به نام خدا، سال نو میلادی رو به همه ملت‌هایی که آغاز سال نو اونها با اون مصادفه، به ویژه به همه مسیحیان گرامی تبریک عرض می‌کنم. در حالی به استقبال سال نو میلادی 2021 می‌ریم که دنیا با معضل پاندمی کرونا روبروست که از قبل برای اون برنامه تدارک ندیده بود. شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناخوشایند ناشی از اون چنان اثر شگرفی بر زندگی فیزیکی و معنوی انسان گذاشته که در طول تاریخ بی سابقه بوده. گذر زمان ابعاد جدیدی از این فاجعه رو در سال جاری رونمایی خواهد کرد که امید است انسان‌ها با همدلی و روی آوردن به معرفت پژوهی و توجه به صلح و دوستی راه‌های نوین زندگی در کنار چنین مصیبتی رو بیاموزه که جز با وحدت انسان‌ها و همسویی و خیرخواهی برای یکدیگر و گام نهادن در مسیر همپازی با هستی کنار اومدن با این پدیده مهلک جهانی که ابعاد گسترده اون در سال جاری چه از بعد انسانی و چه از بعد اقتصادی، اجتماعی و غیره بیشتر مشخص خواهد شد، راه دیگری وجود نداره. پس لازمه که هر چه زودتر با هستی آشتی کنیم و جهان وطنی رو و اینکه ما متعلق به همه هستی و همه این کره خاکی هستیم با نگرشی نو به استقبال فردا و فرداها برویم و به دنبال حفظ محیط زیست و برقراری صلح جهانی باشیم تا بشریت در آینده بتونه به طور یک پارچه با این پاندمی جهانی ماندگار و سایر پاندمی های در راه بتونه از طریق معرفت پژوهی و صلح با هستی کنار اومده و به زندگی خود معنا و مفهوم جدیدی ببخشه. لازم به ذکر است که ویروس کرونا و یا هر نوع میکروارگانیسم دیگری با انسان هیچ دشمنی نداره و اصلا انسان رو نمیشناسه و صرفاً مجری اون صلاح‌دیدهای اکوسیستم بوده که اون هم خودش تابع قوانین و اصول و اراده از پیش تعیین شده مهندسی کیهانه. در خاتمه ضمن طلب خیر برای همه انسان‌ها یادآور میشم که محققین ما در حوزه شعور و تپای مکمل بنیانگذاری شده فرادرمانی و سایمنتولوژی و غیره تحقیقات با ارزشی در حوزه‌های مختلف از جمله در مورد کرونا انجام دادند که امیدوارم به زودی از طریق برگزاری وبینارهای مختلف و همچنین برگزاری کنگره شعور به اطلاع همگان رسانیده بشه. با آرزوی سعادت و نیکبختی همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.